سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با صدور بیانیه از کشورهای غربی خواست به بیانیه نیویورک درباره مهاجران پایبند باشند به گزارش ویوز در این بیانیه آمده است کشورهای جهان همه ساله روز جهانی مهاجران را گرامی می‌دارند و با کسانی که بناچار سرزمین خود را ترک کرده اند تا بتوانند زندگی بهتری را تجربه کنند همراهی می‌کنند این بیانیه در ادامه با اشاره به سابقه بیانیه نیویورک درباره پناهجویان و مهاجران که به اختصار به آن بیانیه نیویورک میگویند افزود بیانیه ی نیویورک زمینه را فراهم می کند تا دو سند جدید جهانی یعنی سند جهانی امور پناهجویان و سند جهانی تأمین زمینه برای مهاجرت امن و سازماندهی شده و نظامند را که در سال 2018 میلادی صادر شده به اجرا درآورند و عملیاتی کنند. در بیانیه سازمان جهانی نفع خشونت آمده است، مبانی جهانی که این اسناد بر پایه آنها وضع شده به شدت به برخ سیاست های بین المللی معترض است. سیاست هایی که در رسیدن مهاجران به مقصدشان کارشکنی شکنی می کند و موانعی متعدد را بر سر راه آنان قرار می دهد. سیاست هایی که سلامتی و جان مهاجران در مسیر رسیدن به کشور هدف که طبق قانون بین المللی حق انسانی آنان است را به خطر می اندازد. مسلمان آزاده ادامه داد با وجود این قوانین همچنان هزاران تن از مهاجران و پناهجویان با رفتارهای خشن مأموران برخی کشورهای غربی روبرو هستند و برخی دیگر نیز با مقرراتی مواجه می شوند که در راه اقامت آنان ایجاد مانع می کند و یا با خطر اخراج یا قرنطینه شدن روبرو می شوند. این سازمان حقوق بشری در ادامه از کشورهای دموکراتیک خواست تا در برخی قوانین و اقدامات خود تجدید نظر کنند قوانینی و اقداماتی که به گفته این سازمان حقوق انسانی مهاجران را نقض می کند و پناهندگان به این کشورها را به ناامیدی و اوضاع معیشتی نامناسب دچار می سازد و آنان را به صورت بخشی بیگانه با جامعه معرفی می کند. مسلمان آزاد افزود، از نظر ما چنین رفتارهایی نشان دهنده عقب نشینی از بیانیه نیویورک و تمام لوازم پیمانهای حقوقی این بیانیه است. سازمان جهانی نفی خشونت در پایان بیانیه خود آورده است ما از قدرت بزرگ می خواهیم در قبال کشورهای مهاجرخیز در سیاست خود تجدید نظر کنند و در سامان دادن امور داخلی آنان به ویژه مسائل مرتبط با دموکراسی، اقتصاد، محیط زیست، آب و هوا و خصوصا عوامل به وجود آورنده و تشدید کننده پدیده مهاجرت که جهان شاهد آن است همت گمارند.